دوستان سلام، امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر به وجود اومده. اگر این برنامه توی ژاپن ساخته میشد الان همگی میخوایم جای دوبی عذرخواهی میکردیم و قسمت آخر بود، ولی توی ایران تازه ساخته میشه. عذرخواهی میکنم ازتون، پوزش میطلبم ازتون. برنامه زنده است، ایشالله که دیگه همچین تاخیری به وجود نمیاد. از ما سوال پرسیدن که کیا این برنامه رو ببینن، اصلا چیه این برنامه. ببینید، من کوثر حسینی ام، اینجا قسمت 4 برنامه آن سایت در آپارات اسپورت. 4 تازه یه هفته در میون، یعنی 4 تا 8 تا 8 تقسیم بر 4، 2 ماه گذشت که ما مهمون خونه‌هاتونیم. و اما اینکه کیا ببینن، ببین اگه از صبح که پا میشی دغدغه ورزش داری تا شب که میخوای بری بخوابی، برنامه ما رو از دست نده. یا دسته دوم، کسایی که دیگه از ظهر یا مثلا بعد نهار یاد ورزش میفته، شما هم برنامه ما رو ببین. یه دسته هم هستن که اصلا ورزشی نیستن، شما هم حتما ما رو ببین، چون من تا همین الان مگه راجع به ورزش اصلا صحبت کردم. همه باید این برنامه رو ببینن و به موضوعات جذابی هم میپردازیم. یعنی آقای طبری اخیراً دوستاش اومدن از زندان بردنش بیرون، ایشون یه بار فقط دور زندان دویده باشه، ما میکنیمش خبر ورزشی و بهش میپردازیم. ولی خبرایی که دیگه همه پرداختن، مثلا اینکه آقای نکیسا چرا رفت زوبهن و اینا، ما نمیپردازیم دیگه، پرداختن قبلا. یا اینکه آقای شمسایی بنج میخوره یا نه رو دیگه همه میدونن، ما اگه مثلا آره خورش رو کم کرد بهش میپردازیم، ولی تا جایی که همه میدونن دیگه نه. پس چه ورزش میکنی؟ چه ورزش رو دوست داری؟ چه اصلا حال نمیکنی؟ آخرین باری که کششی هم رفتی مثلا 5 سال ازش گذشته، برنامه ما رو ببین. 1 ساعت با ما همراه باشید، بریم برگردیم در خدمت تو هستیم. بازم عذرخواهی میکنم ازتون. سلام ابوطالب عزیزم، به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه مخاطبان عزیز آن سایت. خیلی خوشحالم که تو قسمت 4 هم چنان ابوطالب و همراه شما عزیزان هستم. زنده باشید. مخلصم. ما 2 هفته یه بار میایم، 2 هفته رو باید جمع کنیم. ولی قوی میایم. قوی میایم. با یه خبر خوبم میایم. دخترانمون، دختران بسکتبالیست زیر 16 سال در مسابقات آسیا قهرمانی آسیا نایب قهرمان شدن. مسابقات دیویژن B بود، سطح 2 بود، ولی با این حال خیلی فوق العاده کار کردن. ما هیچ وقت توی بسکتبال زنان تو هیچ رده‌ای نتونستیم توی یک فینال رقابت‌های آسیایی حاضر بشیم، اما بچه‌ها تونستن خیلی خوب، مخصوصاً بازی مقابل هنگ کنگ، نیمه نهایی رو ببرن. رسیدن فینال، به فیلیپین باختن، اما هیچی از ارزششون کم نمیشه. این هیچی از ارزششون کم نمیشه. اگه یه جا قرار بود درست به کار برده بشه، همین. چون معمولاً امکانات ندارن، بهشون نمیرسن و اگه تازه از کشور بتونن برن بیرون، این مهمترین صدشه. بتونن برن رو بعضن میارن. یعنی به قول تو مهمترین نکته ای که داریم که ما بتونیم از کشور خارج بشیم، بریم مسابقات شرکت کنیم. آره، و واقعا خوش درخشیدن، خدا قوت بهشون. و اینکه ابوطالب، ما تو رده های سنی کلا این چند وقت خیلی خوش درخشیدیم. هم فوتبال نوجوانان آقایون، پسرامون خیلی خوب بودن، به جام جهانی رسیدن. هم والیبال جوانانمون قهرمان جهان شدن، هم بچهای بسکتبال. اما مراقبت از اینا، پرورششون خیلی مهمتره. یعنی تو این رده ها شاید بالای 90% اینا تو سطح بزرگسالان نتونن عملکرد خوبی داشته باشن. یعنی نشون دادن تا جوانانه و هنوز تاثیر مسئولین ورزشو نمی‌بینیم توی آره. گرفتنشون مقام میارن، حواسشون که باشه دیگه از یه جای دیگه. آره، بعد خیلی چرا خاموش برن جلو دوستان، تا ایشالا به موفقیت بیشتر دست پیدا کنن. چون از اون برن به موفقیت دست پیدا کنن، استقبالی صورت نمیگیره، رو بالشتی چیزی میدن. آره، چرا خاموش کلا خیلی دارد. درگیر مسئول نباشید، کار خودتون رو بکنید. در مورد مشکلات خروج که صاحب میگم، خانم مهسا جاور قایقران مشکل داشتن، بله، که دخترشون نتونستن ببرن به دلیل مشکلات حضانت و اینه که حالا خیلی پیچیده هم هست. ولی مشکل مشابه داشتیم، خانم نیلوفر اردلان بود، کاپیتان تیم ملی فوتسال، که نتونستن برن. اتفاقا فیلم عرق سرد هم در این باره ساخته شده، اگر ندیدید چیزی رو از دست ندادید. و همین خانم مهسا جاور رو اینجا بهشون خواهیم پرداخت. خانم مهسا جاور یکی از پرافتخارترین ورزشکارای حوزه زنان هستن و هم مدال بازی‌های آسیایی رو دارن، هم تو المپیک شرکت کردن، فوق‌العاده بودن. اما الان دم بازی‌های آسیایی، خب ما دریاچه 2000 متری نداریم و برای اینکه دوستان بتونن تو شرایط استاندارد تمرین کنن، باید برن خارج از کشور. نمیشه برن میخواست... برگردن همونو؟ نه دیگه، دوتا میشه، سخت میشه. علاوه ذهنی واقعا روشون تاثیر میذاره. مجبور بودن برن خارج از کشور، روسیه رفتن، یعنی میخواستن برن. فدراسیون هم موافقت کرد که ایشون کودکشون رو همراه خودشون ببرن، اما نشد به خاطر مشکلاتی که وجود داشت. ایشون اجازه پیدا نکردن که این کار انجام بدن. امیدواریم که هرچه سریعتر این مشکل برطرف شه. دریاچه که نداریم حداقل، آره دریاچه نداریم، پارو نداریم، مثلا تیم تیراندازی تیر نداره، جنگه یخ هم که اون دفعه گفتیم نداریم، حداقل برن شرکت کنن دیگه. فکر کنم بچه‌هاشون رو بتونن به خودشون ببرن، حداقل ترین چیزه. این حداقل واقعا که حالا توی قسمت مردان این قضیه کمتر، مثلا آقای خود حسین وفایی میخواد بره، یعنی گفته که میخوام برم برای قطر اسنوکر بازی کنم. یه زمان گرفتن یه پیتوگ از ژاپن برامون آرزو بود، الان بره دوباره پیتوش بدیم دوباره آرزو میشه. آره، ولی بمون دیگه حسین جان. و واقعا بی نظیر حسین وفایی، یعنی تو این چند سال اخیر توی مسابقات قهرمانی جهان و آسیا
خیلی خوب کار کرده و ایشون با آقای هاشم اسکندری رئیس فدراسیون که الان دارن میجنگن برای اینکه 4 سال دیگه هم رئیس باشن یه رابطه بسیار صمیمانه ای دارن و اینکه ایشون خیلی کمک کرده به حسین وفایی در این سالها که بتونه به بهترین شکل خودش رو نشون بده. و الان یکی از ناراحتی‌های اصلی حسین وفایی درگوشی بگم اصلی ترین مشکلش همین هر به اون دارم میگم ولی خواستم تو هم بشنوی بدونی که من دارم به اون صحبت میکنم با تو هست. مشکل اصلیش همینه، دوستان کمک کنن، حالا نمیدونم چی کار باید بکنن دقیقاً، ولی یه کاری کنن حسین وفایی نره قطر. حزباوی رو ما داریم توی فوتبال که قطری ها میخوانش کلا قطر بازی میکنه، آره ولی قطر رفت، حواستون باشه حزباوی رو نه. شطرنج هم زیاد لژیونری که نه دیگه رفتن دیگه خیلی زیاد آره. این تا فرانسه هم شطرنج الان من شرکت کردم ممکنه مقام بیارم. نه آقای احسان قائم مقامی هستش، دوم میشم دیگه فکر میکنم. حالا یه مشکلی که دوستان یعنی خانم ها دارن اینه که نمیتونن خارج بشن مملکت. آقایون توی رده سنی اگه سربازی نرفته باشن نمیتونن خارج بشن. حالا تیم والیبال ما والیبال جوانان قهرمان جهان شده، گفتن که انگیزتون چی بوده، گفتن معافیت. به نظرم خیلی هم منطقی جواب دادن. من خودم اگه میگفتن معاف میشه قهرمان چی بلند میشدم من تا یک سوم فقط میخوابوندم مثلا ته زمین و اینا. مثلا بازی رو عقب بودن توی اون تایموتی که سرمربی تیم میگیره آقای مومنی و بهشون میگه که بچه ها اگه ببازید فکر میکنید ببازید چی میشه؟ فکر میکنید بچه ها چی گفتن؟ گفتن که صبح به تو ساعت 4 صبح پوتینتو با واکس بزنی، 5 صبح باید برید از دستشویی نگهبانی کنی، 6 صبح صبحونه از چه صبحونه ای؟ خیلی مفصل و اینکه این صبحونه پر ادویه آره و این صبحونه رو شما بخورید. ما دو هفته پیش گفتیم میرید ورزشگاه از دقیقه 60 به بعد خوشحالید، اینجا از روز دوم سوم به بعد دیگه بی‌حسید کلا، ناراحتید مثلا کلافه اید. آره بعد بهش میگن کما مثلا میزنن بچه‌ها پای چپ زیر تپل بزرگی همین چیزا خلاصه سخت اینا کادر تخت توی رخکن گفته و بازی رو از ایتالیا بردن به همین راحتی. کامبک فوق العاده ای زدن ولی واقعا درخشان عمل کردن. ما قبلا هم سابقه قهرمانی و موفقیت توی سطوح پایه رو داشتیم ولی واقعا این بحث سربازی برای بچه‌ها خیلی چالش شده. الان اسماعیل نژاد ما تو سطح بزرگسالان داشتیم که بنده خدا واقعا درگیر این خدمت مقدس سربازی بود و واقعا چیز مهمیه، یعنی اینکه قهرمان جهان شده والیبالمون فقط برای اینکه سربازی نره به نظرم خیلی خبر منطقیه. و فکر کنم بهشون بگن که حواله میخواید یا مثلا سربازی نرید قطعا فکر میکنم احتمالاً چون حواله که بیشتر حواله که هست حتی تو فوتسال هم وجود نداره. حسین طیبی اخیرا صحبت کرد گفت آقا به ما موتور هم نمیدن، یعنی فرق فوتبال و فوتسال فقط اندازه زمین و دروازه و اینا نیست. آقای حسین طیبی کیه؟ حالا شاید یه سری از دوستان همونایی که گفتید ورزش کلا دوست ندارن، ایشون قهرمان جام باشگاه اروپا شده، فوق العاده است، یکی از بهترین های تاریخ آسیا و همچنین فوتسال ایران، بی‌نظیر، یه پسر بسیار درجه یک. و چه فایده که برنج بخوره؟ برنج میخوره آره، ولی خب استعداد چاقی نداره دیگه، برنج رو میخوره و خدا رو شکر آره. از لحاظ بدنی اوکی ولی رسیدگی نمیشه به بچه‌ها و این باعث سرخوردگیشون میشه متأسفانه. پول فقط توی فوتباله، یعنی حواله، پول، حقوقای میلیاردی، حاشیه، همه چی تو فوتباله. با این حال یه سری اتفاقات فوتبال میفته که عجیبه، یعنی آقای عیسی آل کثیر از پول و اینا رو یه فکر می‌کنم بی‌نیاز باشن تقریبا، این پیرانه رو جذب گرفت انداخت توی هوادارا، تا اینجاش منطقیه دیگه، پیش میاد دیگه، خود ما هم جذب گرفته بازی رو بردن آره خوشحال. اون بنده خدایی که تیشرت رو گرفته بچگی کرده خامی کرده دایرکت داره که من گرفتم و گفته تو گرفتی بیا برات امضاشم میکنم. نه بیا سر تمرین، بیا سر آره. تمرین رفته سر تمرین بنده خدا خوشحال، گفته عیسی نه تنها به من پیرنش رو داده بلکه میخواد یه عکسی هم با هم بگیریم امضا بکنه اینو. سری بلیت گرفته اومده تهران، رفته سر تمرین، عیسی گفته که سلام چطوری، گفته من خوبا. یه خوابی دیدم دیشب یکی اومد تو خوابم گفت این پیرن باید توی خونه خودت باشه، اینو همیشه باید داشته باشیش، یه لباس تمرین داده و رفته. آقای آل کثیر یه تیشرت دیگه به هواداری که تو 100,000 تا تیشرت گرفته به نظر میرسید این کارا. البته یادگاری موند براش دیگه، چون دیگه تو پرسپولیس هم خودش نموند، احتمالاً برای خودش خاصی یادگار خوابه. آره یه همچین حکمتی پشتش بود، خوابه این بوده که عیسی آل کثیر گفته که قرار این پیرنه رو تا آخر عمر باش درگیر باشم و برام اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. آخر همون فصل رفت، حالا ان شاءالله اتفاقات خوبی بیفته. ما توی این هفته اتفاقاتی افتاد که تصمیم گرفتیم دیگه کسی رو قضاوت نکنیم، یعنی مثلا فوتبالیستا رو ما چند سال بود آقای مندی رو داشتیم قضاوت می‌کردیم، گفتن که 10,000 تا اشتباه تو پرونده‌اش داره، 10,000 واحد اشتباه، شما میگفتید آقای مندی آخه چه جوریه اینا، بعد تبرئه شد. یعنی فقط ایشون می‌خواسته اشتباه کنه، ما موندیم و شرمنده دیگه نمی‌خواسته اشتباه کنه، ایشون مجبور می‌کرده که اشتباه کنه. آره به هر حال حالا هرچی که بوده ما قضاوت کردیم ولی تبرئه شدن. یه دیالوگی هم گفتن فاجوری، گفتن الحمدلله نه با تلفظ درستش آره الحمدلله
و این عکس هم بله. ولی واقعا ابو طالب نابود شد فوتبال این بازیکن و زندگیش، یعنی این بازیکن بازیکن منچستر سیتی بود، یکی از بهترین مدافعان کناری بود، میتونست خیلی اتفاق فوق العاده رو برای خودش رقم بزنه، میتونست تو این مسیر بی‌نظیر منچستر سیتی همراه پپ گواردیولا و شاگرداش باشه. نه تنها از فوتبال این بازیکن رفت کنار، بلکه زندگیش هم تحت شعاع قرار گرفت، حالا رفته به لوریان فرانسه و امیدواریم که اونجا بتونه به زندگی برگرده. امیدواریم برگرده از اساسا ما هم کم کنیم، چون به هر حال ما هم توی ورزش اینا راجع به هر چیزی سر نظر می‌ذاریم. برای اون بپره از این به بعد 2-3 سال به نظرم نباید هیچ قضاوتی داشته باشیم. آره. ببینیم ته قضیه چی میشه، بعد شروع کنیم قضاوت کردن. بعد حواس یادمون باشه دو سال یکی رو قضاوت نکنی آیه مثلا درست باشه. به نظر من حالا ما قضاوتمون می‌کنیم. سوال دل علی ما بارها قضاوت کردیم که این چه بازیه، جوان 23-24 ساله چرا این کارو میکنه با خودت. بعد اومد یه مصاحبه کرد با گری نویل، گفت آقا گذشته من اینه، کفشای منو میتونی بپوشی؟ ما دیدیم نه نمیشه واقعا میزنه پر. آره بعد گفتیم ای بابا چقدر این بنده خدات مظلوم واقع شده. من برای دسته سوم که ازم با ورزش حال نمیکنن گفته که من خیلی مشکلات داشتم توی بچگیم، از 7 سالگی سیگار میکشیدم، زمانی که ما داشتیم الفبا رو یاد میگرفتیم ایشون مثلا فوتبالیستا میدونن. آره سیگار میکشیده، بعد اینجاست همون لحظه‌ای که مواد میفروختم و یه گذشته عجیب و غریب که خیلی هم حمایت شد تو فضای مجازی و مادرش پس فرداش مصاحبه کرد گفت آقا این اصلا با سرویس میرفته مدرسه، غیر انتفاعی میرفته، ما برای جایزه میگرفتیم سر صف پیش بدن، ولی خب نمکتون شکست دیگه. اسم میگم نمیدونیم، بازم نمیدونیم که الان دل علی درست میگه. البته اون چیزایی که دلعلی از خانواده‌اش تعریف می‌کنه به نظرم همچنان باید حقو به دلعلی بدیم، احتمالاً با سرویس اینور اونور نرفته یا حداقل اون کسی که بردتش سرویس نبوده دیگه، اینا رو دیگه باید اونجا می‌بودیم دیگه که ما هم. ولی حالا امیدواریم که دلعلی هم به فوتبال بتونه برگرده روزی. ولی واقعا مصاحبه تاثیرگذار و ناراحت کننده بود، به شدت ناراحت کننده بود و خود گری نویل هم که توی پادکست اختصاصی خودش این گفتگو رو گرفته بود کاملاً احساساتی شد و واقعا اون مصاحبه رو وقتی ما مرور میکنیم به شدت تحت تاثیر قرار میگیریم، چون حرفایی که زد خیلی تکان دهنده بود و خیلی سخته که شما بتونی از این افسردگی پنهانه بیرون بیای و بتونی برگردی. امسال تو اورتون هم هستش، حالا نمیدونم که نگهش میدارن یا نه، من فکر میکنم هستش در موفق باشه خود اورتون بیفته، ولی ایشون موفق باشه. از خونه دوناروما وحشیانه و وحشتناک سرقت شد، خودش و همسر محترمش رو بستن، سرقت کردن. ما حالا میگیم لیگ ایران چرا داور بد میگیره، میرید سعی میذارید نشونید، ولی تو فرانسه هم چه اتفاقی افتاده؟ تو پاریس. تو پاریس اینقدر تبلیغ میکنم میگم پاریس خیلی خوبه، برای همین ما نمیریم. آره. فکر میکنم ما مثلا تعطیلات نمیریم به پاریس، فقط چون سرقت‌ها زیاد شده. برای اون یکی در زون پاریس هم اتفاق افتاد، بنده خدا از سواری میکرد افتاد نزدیک قطعه مخاط بشه، فکر کنم الان دوباره یه عمل دیگه باید روش انجام بشه. بله ولی بیا نویدی بدم به همه دوستداران سرخیو ریکو، کسایی که الان دارن ما رو تماشا میکنن در اقصا نقاط دنیا. سرخیو خوشبختانه الان حال عمومیش خیلی بهتره، توی فضای مجازی حاضر شده، داره دایرکتور جواب میده و گفته که این عمله رو انجام میدم، اما حالم خیلی خوبه، نگران نباشید و برمیگردم خیلی سریع. ولی خب 20 کیلو وزن کم کرده، عضلاتش کاملا به خدمت عرض کنم چه تحلیل رفتن و ان شاء الله برمیگرده. ولی دو تا گلر پاریس سن ژرمن که این اتفاقات براش رو بعد جناب آقای لیونل مسی پاریس سن ژرمنی که الان رفته اینتر میامی، خدا بغلش کرده تیم دیوید بکام، اول که نرفته تبلیغ شروع کرد، یه رستوران رو تبلیغ کرد، بعد گفتن یه غذا قرار اضافه بشه به عنوان مسی، به نام مسی که الان ترکیب چی و چی، غذا مورد علاقه خودشه و اولین بازیش هم که دیگه چی می‌خواست که براش پیش نیومد، همین که سرنا ویلیامز عکس گرفت به نظرم کل کریر فوتبالش میتونست برش عرضیتر باشه، فوق‌العاده بود واقعا. و کاشته دقیقه 94 که قشنگ یعنی یه فیلم سینمایی بود دیگه، میگم خدا بغلش کرده به معنی واقعی کلمه. شما فکر کن اولین آره دقیقاً همینطوره، ما الان لبرون جیمز، سرنا ویلیامز، خانم کارداشیان چی میخواد اصلا بین این عزیزان؟ نمیتونم میان دیگه، هستن حضور دارن و مسی تو این بازیه وقتی اومد بازی یکیش بود، بعد 1-1 شد. شما فکر کن اولین بازی همه منتظرم به نحوه بازی مسی توجه کنن، دقیقه 93 خودش خطا میگیره، خودش این ایسکایی رو میزنه که 2 دقیقه وقت اضافه داشته، دقیقه 94 داره گل میزنه و چون خطا شد روش 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم بازی بود. دوستان انگار که سناریو داشت دیگه، یعنی یه فیلمی بود که قشنگ سینما، اینم گل فیلم بود و مسی خیلی ایسکایی رو یه جوری میزنه انگار پنالتی است، پنالتی بهتر میزنه. ما این گل رو میبینید، من این رو هم بی رب به آقای مسی بگم که در قرعه کشی برنامه ما شرکت کنید، کافی آپارات اسپورت رو فالو کنید و تو قرعه کشی شرکت کنید، 6 عدد اشتراک 6 ماهه فیلیمو. این ترکیب به نظرم سینما و فوتبال فقط دکتر سعد رو کم داره. آخ گفتی یعنی اینو یه سکانس سینمایی ببینه برامون و اصلا تو این 2 سال اتفاقاتی که افتاد توی فوتبال کاملا جای دکتر سعد خاریه. توی ابتدای کتاب
وارونه کردن هرم، مترجمین کتاب آقایان عیسی عظیمی و بهنام حسینی راجع به دکتر سطر میگن که ایشون کلمه به فوتبال اضافه کرد و واقعا همینه. ما خیلی همون از نگاه، از دوربین، از قاب دکتر سطر فقید یه مدل دیگه با فوتبال آشنا شدیم. این کتابا، پسری روی سکوها، نیمکت داغ، حالا بعضیشون غیر فوتبالی بوده، پیراهنای همیشه تکنگاریای بی‌نظیرشون روز روزگاری فوتبال و در نهایت از قیطریه تا اورنج کانتی که میتونم بگم غم انگیز ترین کتابی که تا حالا تو عمرم خوندم، فوق العاده است. و خود دکتر صد کتابو شروع میکنه از قیطریه، محل تولدشون، محل زندگیشون، و بعد میرن امریکا برای درمان و در نهایت فصل آخر رو دختر خانومشون غزال خانم صدر به رشته تحریر در میارن. و بی‌نظیر این کتاب، همونطور که مطمئناً گریه خواهید کرد و جای خالی دکتر صدر رو خیلی بیشتر حس می‌کنید، همونقدر هم لذت می‌برید از این نگاه به زندگی، از این واژگان، از این دایره واژگان، وسعت کلمات و نگاهی که ایشون به زندگی و جهان داشت. میگه هر چی داری واسه زندگی بریز تا وقتی مردی مرگ چیزی برای بردن نداشته باشه. روشون شاد باشه. ما آخر برنامه قرعه کشی هم داریم، الان می‌ریم یه بخشو در مورد دکتر صدر می‌بینیم و برمی‌گردیم به خدمتتون. فوتبال سینما با هم دیگه شباهت دارن از یه جنبه‌ای. بله، در واقع هر دو تاش با توده جامعه در ارتباطه. شما از طریق فیلم‌های سینمایی می‌فهمید که چه خبره، یه جورایی همه جای دنیا حالش چطوره. حالش چطوره مثلا فیلم‌های پرفروش با استابنده ذوق و سلیقه اون می‌کنیم، ولی زندگی تجربه. آره، زندگی یعنی بیشتر انسان، ذات انسان با زندگی گره خورده تا مرگ. تو دل هر خدافظی یه ذره شاد مرگ وجود داشته باشه. از مرگ می‌ترسید؟ نه خیلی نه، من خب هیچ وقت فکر نمی کردم به اینجا برسم. یعنی تا جام جهانی 2010 رو دیدم، امیدوارم اگر قرار اتفاقی برام بیفته قبل از جام جهانی بیفته، چون میخوام ببینم ایران تو تیممون چی کار میکنه. من همیشه فکر کنم که تا کجا جام های جهانی رو میبینم، مثلا چند تا جام جهانی دیگه زنده هستم. من تصور نمیکنم به 2020 مثلا اون موقع شما هستید، شاید یه جایی روزی هم ببینیم برام تعریف کنید. شاید هم برعکس. از وودی آلن گفتن که من از مرگ نمیترسم، ولی ترجیح میدم که موقعی که میاد اونجا نباشم. در خدمت سرکار خانم صدر هستیم، غزال صدر، دختر آقای صدر عزیز. بله. ابو طالب طرفدار تیمای کوچیک بود دکتر صدر و خودش هم همیشه میگفت مثلا از قهرمانی لستر خیلی خوشحال شد، یا همیشه دوست داشت تیمای کوچیک بیان و جلوی بزرگا خودنمایی کنن، خودشونو نشون بدن. و این یکی دیگه از تفاوت‌های دکتر صدر بود، از این آدمای خاصی بود که واقعا خاصه و آقای صدر بدون هیچ ادا و اصول. کامنت جالبی هم داره که در مورد، خب خیلی کامنت ها رو جواب میداد خودشون، و یکی پرسیده بود در مورد سریال پرنس، گفتم که اون 4 تا مسخره رو من نمی‌بینم. 6 تا اول میگه 6 تا دوباره بش اول میگه 6 تا نه اول میگه 4 تا 4 تا آره بعد میگه 6 تا، میگه اون 6 تا مسخره، یعنی نظر ثابت میمونه و خیلی جذاب. و یعنی دقیقاً کسایی که فوتبال نگاه نمی‌کردن هم میتونن از صحبتایشون لذت ببرن. حالا ما ادعاش داریم که اگه فوتبالی هم نیستید ما رو ببینید، ولی ایشون واقعا همونقدر گرم و جذاب صحبت می‌کردن، چون یه تلفیقی بود بین سینما و فوتبال، یعنی چیزایی که ایشون خیلی درش احاطه داشت، خیلی بهشون واقف بود و تلفیق این دوتا با هم دیگه خیلی واسه مخاطب جذاب. ارتباطمون هم مثل اینکه قراره بهتر بشه. سلام مجدد، یه صحبتی بکنید. انشالله که الان بله این خیلی خوب الان بهتر میشه. انگار داخل استودیو این شما خیلی صدا بهتر، حتی دیگه بنایی هم نیست. آره چرا هست، امیدوارم ولی کمتر بشنوین شما. معذرت میخوام. خواهش میکنم. ما از اول بپرسیم دیگه، چون خیلی با صدا رو خیلی مقطع داشتیم. سوال دوم راجع به همین، یکی دو سالی بود که دکتر صدر نیست، و اینکه چجوری این فقدان ایشون رو شما تونستید پشت سر بگذارید و تحمل کنید. میدونم خیلی سخته، ولی خب شما خیلی دختر قوی هستید و مطمئنم که از پس این قضیه بر اومدید. و چطوری؟ مرسی، امیدوارم یعنی همینطور بوده باشه. من و مامان راستش سعی کردیم این مدت، همونجور که با یاد بابا زندگی میکنیم، به یادش کارهای قشنگ انجام بدیم، یعنی در این حالی که ناراحتیم ولی سعی کنیم یادش رو زنده نگه داریم، کارهایی که دوست داشت بکنیم، جاهایی که دوست داشت بریم. مثلا 2 سال پیش که اومدیم ایران رفتیم امجدیه رو دیدیم، آقای فردوسی پور لطف کردن، هماهنگ کردن، من و مامان رفتیم امجدیه رو دیدیم. خب خیلی روزه مهمی بود برام، جایی که بابا دوستاش رو رفتم دیدم. یا به یادش کارهای کوچیک میکنیم، کمکی هست حالا به
خیریه ای هست یا کاری که بچه ها رو خوشحال بکنه. ولی در کل جان اصلا خارج از کشور هم دیدم که یالا یه سری بسته‌ای برای نیازمندان تهیه کرده بودیم و به یاد پدر، دم شما گرم. خودتون پدر رو بیشتر فوتبالی میدیدید یا سینمایی؟ ما تو این فاصله که ارتباط نداشتیم در مورد کامنت ایشون در مورد سریال فرند صحبت کردیم، واسه میدم که فرند رو دیدن و اینجوری گفتن یا نه. من چند بار سعی کردم که بابا بشینه نگاه کنه، چون من خودم خیلی اون سریال رو دوست دارم، ولی میگفت من نمیگیرم طنز اینا رو، برای چی تو مثلا به چی میخندی؟ میدونی خب یه سریالی که بعد مثلا یه سیزن شب ببینی تا دستت بیاد چرا اینا واقعا دارن میخندن، و بابا حوصله نمیکرد که بشینه مثلا یه سیزن تازه ببینه چه خبره. واسه همین واقعا هیچ وقت خوشش نیومد. تو 90 دقیقه فوتبال میتونست دو سه اپیزود ببینه و شاید علاقه من میشه. درسته. توی کتاب از قیطریه دکتر سعد یه جایی راجع به اون عمل سخت تومور مغزیشون صحبت میکنن و اینکه قبل از عمل بازی آرسنال و چلسی بوده، بازی 2-1 بوده، بعد ایشون وارد اتاق عمل میشن، بیهوش میشن، عمل بسیار سنگین، برمیگردن، دکتر میپرسه که دکتر الان چه حالی داری؟ دکتر سعد منظورش بوده، چه جوریه، سوالی داری؟ میگه آره من وقتی داشتم میرفتم بازی 2-1 بود، بازی چند شد بعد از عمل مغز؟ این سوالو میپرسن و این نشون میده که ایشون چقدر فوتبال دوست داشتن. خود شما با این قضیه که ایشون اینقدر فوتبال دوست داشت کنار اومدید یا اینکه سر این قضیه با هم دیگه کلکل داشتید؟ نه کلکل که نداشتیم، به قول مامان باید دیگه قبول میکردیم که بابا فوتبال رو دوست داره و همیشه نگاه میکنه و یه جزوی از زندگیمونه. ولی خب رابطه من و بابا بیشتر سینما و فیلم بود تا فوتبال، یعنی من هیچ وقت متاسفانه اونقدی که اون فوتبالی بود فوتبالی نشدم، رابطه‌مون بیشتر ادبیاتی بود و فیلم و سینما. نتونستن شما رو به فوتبال علاقه‌مند کنن؟ چرا من خودم بیشتر رفتم سمت کتاب و ادبیات و فیلم، یعنی اون از بچگی اتفاقا مثلا 4-5 سالم که بود یه توپ داشتیم تو خونه، اول توپ فوتبال بود که با هم بازی میکردیم، مثلا شوت میکرد من میگرفتم و بعد مثلا اینکه چند تا چیز میشکنه و مامانم دیگه میگه اجازه نداره توپ فوتبال استفاده کنه. بعد دیگه بعد یه توپ کوچولوتر شد، باز یه توپ کوچیکتر شد و باز یه کارایی میکردیم، بازی میکردیم، ولی آره انگار از یه سنی به بعد من خودم بیشتر مثلا سعی کنم باش با فیلم با هم بیشتر فیلم ببینیم و ارتباطمون اونجوری بود. کتابی هم در دست چاپ دارین شما؟ بله، یکی از کارهایی که توی این دو سال در واقع برمیگرد به اون سوالتون که چی شد چی کار کردیم، خب من از قبل از اینکه بابا فوت کنه خب میدونستیم قرار اتفاق بیفته، من شروع کردم کتاب خوندم راجع به سوگ، سوگواری، مرگ، مردن، مثلا نزدیک 40 تا کتاب در این مورد خوندم. و یک سال پیش تقریبا، یعنی سال اول بابا که ایران بودیم، نشه چشمه بودیم، با آقای کیایان گفتم آقای کیایان من یه عالمه کتاب خوندم و احساس میکنم که یه سری چیزا هست آدما نمیدونن در مورد سوگ و بعد بدونم و من میخوام اینا رو بر اساس اون چیزایی که یاد گرفتم بنویسم و بر اساس تجربه خودم در مورد سوگ. بله خیلی آره تموم شد یه دو هفته پیش، ایشالله بعد دیگه بفرستمش چشمه و ایشالله اگه بشه پاییز چاپ بشه. اینا مثل کتاب قیطریه قرار اشک ما رو در بیاره؟ نه در اون حرف امیدوارم که نه، درد بغض. و اینکه یه سوالم من داشتم، فکر کنم تو سوال اولم ازتون پرسیدم، شاید شما جواب دادید، مردم نشدیدن تو این دو سال. خب مردم خیلی دوست داشتن دکتر سعد رو، یعنی نه تنها فوتبالیا بلکه کسایی که فوتبال رو همونقدر دوست نداشتن خیلی علاقمند بودن به بیان دکتر سعد. میخوام بدونم تو این دو سال، حالا چون صفحه دکتر سعد هم در اختیار شما بوده، بهترین کامنتی که دریافت کردید یا همدردی بوده یا هر چیزی بوده که یاد پدر رو سعی کردن مردم نگه دارن، اون چی بوده؟ الان تو ذهنتون هست برای ما بگین؟ نمیخوام مثلا به قول بابا پوز بدم یا الکی تعریف کنم، ولی واقعا توی این دو سال من شاید دو تا یا سه تا
نهایتاً کامنت منفی داشتم راجع به بابا. واقعا همه کامنت ها انقدر قشنگه، انقدر همه لطف دارن. اون دو سه نفر آیدیاشونو بدین، طرفدار سریال پرنس بودن. فقط توی حالت میشه که تو ریشل و استودیو اینا بودن، پیج دکتر سعد رو پیدا کردن. نه ولی واقعا یعنی آره قش چیزی که بگم قشنگ ترین یادم میاد، انقدر کامنت های قشنگ زیاد بوده و میگم همشون لطف دارن، همه از بابا خوب میگن، دوستش دارن و خب تمام کامنت یعنی منو خوشحال میکنه و بعد تک تکشون هم میخونم واقعا. و اینکه به فرنس که گویا موفق نبودین، به هاکی تونستین پدر رو علاقه مند کنید یا نه؟ اونم به خدا خودش گفت بپرس، گفت بامزه است تو بپرس فیلم بگیر. گفتم بابا همه بعد میگن دخترت مثلا تو رو نمیشناسن، چه سوال احمقانه ایه. گفت نه بپرس بامزه است، به خدا تقصیر من نبود. یعنی خودشون خواستن آره خودش گفت اینو بپرس آره از پیش چی میگن از پیش برنامه ریزی شده، گفت اینو بپرس بامزه است. گفتم آخه وقت میگن من آخه یعنی هیچی از تو نمیدونم. گفت نه حالا اشکال نداره. و اینکه دکتر سعد خیلی آدم شوخی بودن، یعنی من تو این کتاب خیلی بیشتر متوجه شدم، با اینکه خیلی غمگین کننده است اما مشخص میشه که چقدر با شما شوخی میکردند و رابطه بسیار صمیمانه داشتید، برعکس اون چیزی که حالا ما توی قاب تلویزیون میدیدیم. با اینکه همیشه صحبتشون جذاب بود اما یه چهره جدی از دکتر سعد بود که خیلی کمتر میخندیدن، مجری هم میومد وارد شوخی خنده کنه ماجرا رو، یه جوری جوابشون رو میدادن که دیگه طرف پشیمون میشد و بحثو عوض میکرد، ولی با شما خیلی شوخی میکردن و تو خونه اینجوری بودن. راجب این شخصیت یه دکتر سعدش هم بگی چقدر جاشو توی برنامه خالیه، من باشون یعنی... شوخی میکردم اینجور بود اصلا بری من پیشنهاد نمی کنم یه اتفاق برای تو میفته. خب میفرمون اصلا الان یعنی با هر کی که حرف بزنین که از بابا خاطره داشته باشه، همه خاطره ها خنده دار و با خنده و شوخی. یعنی اینو اتفاقا داشتیم با مامان میگفتیم که واقعا جالبه هر کی از بابا خاطره تعریف میکنه خاطره بامزه است، مثلا خاطره جدی نداره هیچ کس با بابا، با همه واقعا شوخی میکرد و میخندید همیشه. دلیلی که توی تلویزیون انقدر جدی بود این بود که میگفت من نرفتم اونجا مردم رو بخندونم، این همه پول و اینا داره خرج میشه، من برم دوتا حرف درست سایه بزنم، دوتا چیز یاد مردم بدم، دوتا اطلاعات مفید بدم. واسه همینم هم هر وقت برنامه مدل خنده و شوخی میگرفت اصلا خوشش نمیاد، به قول شما سریع اصلا لبخندم نمیزد و سعی میکرد حرفشو بزنه. با یه لباس خواستم همیشه میرفتم موقع شوخی شوخی، موقع سینما سینما. خیلی ممنونیم از شما، لطف کردیم وقت گذاشتین. فکر کنم تقبال هم دوباره شروع کردن یه صداهایی میاد دوباره. بله. خیلی ممنونیم ازتون. مرسی ممنون از شما. بله. مرسی. میریم خیلی زودتر چیزی که فکرشو بکنید برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بحث کردم اگر دو دقیقشیم که خودمونم آماده نبودیم. خب نوی جان بریم ببینیم که این هفته حالا که اینطور شد بند ویژمون چیه. حالا که اینطور شد خب ما به واسطه این که هم دیدیم دخترای بسکتبالیستمون خیلی خوب کار کردن، هم از این طرف دیدیم جام جهانی فوتبال داره برگزار میشه، هم دیدیم که میتونیم یه مهمون خیلی خفن فوتبال فوتسالی داشته باشیم که فعلا لو نمیدیم. آره فعلا لو نمیدیم، فقط در همین حد بدونید که خیلی فوق العاده لژیونرن و عالی. ما گفتیم پرونده ویژمون رو اختصاص بدیم به فوتبال و فوتسال زنان. جام جهانی زنان که داره برگزار میشه، پنجشنبه هفته پیش شروع شد، نهمین دورش و پر از هیجان. یه مقدار سخت دیدن بازی ها، اما سعی کنید هر جوری میتونید بازی ها رو مشاهده کنید. قراره راجع به جام جهانی فوتبال زنان صحبت کنیم و بعدش هم که حالا میرسیم سراغ مصاحبه ابوطالب که راجع به فوتسال قراره اونجا حرف بزنه حتما. خب جام جهانیشون شروع شده. بله. چندمین دوره است؟ نهمین دوره. ببین 61 سال پس از شروع جام جهانی آقایون تو سال 1991 جام جهانی بانوان یا بهتر بگیم زنان آغاز شد و ببین کلا فیفا نگاهش خیلی نگاه بدی بود، تمام تلاششون رو کردن که اسمش رو جام جهانی نذارن. اولین دوره هم مسابقات قهرمانی جهان بود، ام ان ام، یه اسمی هم براش گذاشته بودن که آمریکا موفق شد اسپانسرش بوده 12 تا تیم
عنوان قهرمانی رو مال خودش بکنه، اما سال به سال اینقدر تلاش کردن، مطالبه کردن و سعی کردن که این حق پایمال شدهشون رو تا جایی که میتونن باز پس بگیرن و مال خودشون بکنن که الان در نهمین دوره در سال 2023 ما شاهد برگزاری جام جهانی زنان با حضور 32 تا تیم هستیم. خیلی از لحاظ مالی وضعیت بهتر شده، هنوز با فوتبال آقایون و جوایزی که داده میشه تفاوتایی هست، اما آقای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا گفتن جام جهانی بعدی همه چی مساوی، پادشاه و حقوق و اینا همه چی مساوی، تبلیغاتش هم مساوی هست. نه طبیعتا دیگه نگاه خیلی متفاوته. همین الان هم مسابقات جام جهانی فوتبال زنان میخواد برگزار شه، از لحاظ تعداد تماشاگر یه چالشی دارن، صندلی‌های خالی مقدار زیاده، درخواست کردن از مردم که هر طوری هست در نیوزلند و استرالیا بیان بازی‌ها رو ببینن. اما خب این دغدغه رو زیاد ما توی فوتبال آقایون نداریم و طبیعیه که خب اسپانسران بیشتر توجهشون به سمت جام جهانی. ما اگه نزدیک بود می‌رفتیم حقیقتا، چون روهم انداخته بودن، ولی دیگه نیوزلند و استرالیا دوره اینا ممکنه آره پیش بیاد. خب ولی آرزوی موفقیت میکنیم براشون. اینم تصویری هستش که برای جام جهانی 2023 آماده کردیم و ببینید ستارهایی که اینجا حضور دارن. خب این مراکش. تیم ملی زنان مراکشه، یکی از 8 تا تیمی که برای اولین بار تونست تو جام جهانی راه پیدا کنه، حضور داشته باشه به واسطه و به یمن 32 تیمی شدن مسابقات، چون دوره قبلی 24 تیمی بود. دهد آقایون شگفتی سازی کردن این دوره. الان بهت میگم شگفتی سازیشون یه مقدار معکوس بوده. بازی نیمه اول مقابل آلمان، یکی از بهترین تیم‌ها، چغرترین تیم‌ها، 2-0 باختن. بین نیمه شد بازیکن‌ها داشتن می‌رفتن تو رخکن، کاپیتانشون گفت یه لحظه بچه‌ها یه حلقه بزنید، یه چیزی بگم دیگه بریم تو زمین، فوتبال فوتبال فوتبال. گفت این کار رو انجام میدیم. همانا 23 ثانیه پس از شروع نیمه دوم گل سوم رو خوردن و چند دقیقه بعد گل چهارم و یعنی بعد در دوم پنجم و ششم. هیچی نمیگفت، نهایت مثلا چند ثانیه زودتر این گل رو میخوردن. تیمو جمع کرد فکر کنم یه چی گفت یا حالی چیزی هم گفتن رفته هم دیگه 23 ثانیه که یه تیکه خوردن فکر کنم. قبل از صحبت کاپیتان 2-0، بعد از صحبت 4-0 و سنگین‌ترین شکست رو تا الان مراکشی ها متحمل شدن، شیرهای اطلس، و حالا باید ببینیم در ادامه راه چه کار خواهند کرد. اما فکر کنم هر کاری بکنن دیگه نمیذارن کاپیتانشون صحبت کنه اگه تا الان عوض نشده باشه. اینم از این صحبت میخواید بکنید توی رخکن حالا یا بین دو نیمه، صحبت‌های اصولی مثل آقای عطایی دیگه صحبت... الگوش هست دیگه. ولی واقعا جوانا که میگفته برید سربازی قشنگ میرفتن، عجیب بود. جام جهانی 95 برگزار شد و این دوستان نروژیمون موفق شدن فاتح مسابقات بشن، این جامعه رو مال خودشون بکنن. جام نقطه آره ایشون مربیشون بودن. اینا از قصد گذاشتیم که ببینیم که متوجه میشید یا نه مربیشون بودن. من آخه فکر می‌کردم ایشون هم آقای، ولی خب گفتم بیا این چون قحطیه اینو بگم. نه ایشون آقا، ایشون مربی بوده. بله مسابقات رو برگزار کردن، قهرمان شدن، در ورزشگاهشون رفتن یه جشنی گرفتن، جامعه هم گذاشتن تو موزه ورزشگاه. دو سال بعد رفتن بازسازی کنن، همین صداهایی که از خونه دکتر صدرینا می اومد اونجا می اومد و تو همین شیشو بش جامعه رو به سرقت بردن. اینجا رو نگاه کردن نیست، اونجا رو نگاه کردن نیست، تو روزنامه گفتن آقا خانم هر چی برداشته بیاره، اینا خاطره میشه، موندنی میشه، واسه اون نیورد. خاطره چی میشه؟ بنده خدا لباس آل کسی رو آورد دیگه، چی شد؟ آره دیگه بهش گفتم خوب کاری کردی. اگه برمیگردون معلوم نبود چیکار می‌کردن. برنگردون آره. دیگه برنگردون. جام جدید درست کردن دوستامون در فیفا و الان با جام جدید مسابقات داره برگزار میشه که البته خوشگل‌تر هم شده، ولی خب این جام دیگه دست یه نفره و بقیه دیگه ازش خبر ندارن. یه فیش میدن به بقیه، آره. اصلیو میذارن تو. فقط دوستان سارق اگر دارن ما رو نگاه میکنن و دوستان چیکار. آره چون ما فکر کنم کجای و کجای دیواری داری میکشی بالا، ولی این کار یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. اگه خواستی جام قهرمانی فوتبال زنان رو به سرقت ببری حواست باشه، اولین کاری که میکنی کف جامو نگاه کن. اگه دیدی فقط قهرمان یه دوره رو نوشته این فیک بزنی، ولی اگه دیدی همه ی ادوار رو نوشته این اصل برشتار و دیگه بر نگرد. البته کار خوبی نیست و انجام نده، میتونی تو این زمان آن سایت رو تماشا کنی. ما با متدهای آخر این جاما خوردن نداره، برو منیریه با پول حلال یه جام برای خودت بخر. خب در ادامه دوستان نروژیم رو ترک میکنیم. خب آمریکایی‌ها این فرصت رو دارن تا یه از مربی آقا زیاد استفاده میکنن. فوتبال بانوان این جام که 32 تا تیم داره 20 تا تیم سرمربیاشون آقا هستن. خب خیلی جالب توجهه، سرمربی تیم زنان آمریکا در دو دوره قبلی که قهرمان شدن خانم جیل الیس بودن که الان دیگه نیستن و آقای آندونوفسکی سرمربیشون شدن، ولی این عکس رو به خاطر این گذاشتیم که جام جهانی 91 یه اتفاق خیلی جالب هم داشت، یه صمیمیت خیلی ویژه و عجیبی بین تیم‌ها برقرار بود.
بازی‌ها در چین برگزار می‌شد اولین دوره. غذاها چینی بود، به مذاق اروپایی‌ها و اینا خوش نمی‌اومد. اینا گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه آشپز اونجا بود، آشپز آلمانی مثلا واسه سوئیسیام یه دمپختکی مثلا می‌ذاشت. حالا اونا که قدیم مثلا یکی درست می‌گفت بگو بوست هر کی هرچی داشت می‌آورد سر سفره می‌خوردن و سر من به نظرم از سوپ خفاش اینا بهتر بوده. ایشون چشاش هم بسته تو یک بعد شانس احتمالاً یه نسبت دوری با ما داره چون ما رو همیشه سر عکس‌ها چشام بسته است. ولی سرمربی آمریکا گفتش که ما وقتی یک چیزی رو می‌خوایم شروع کنیم و پیشگام یه قضیه‌ای هستیم، همه باید در کنار هم موفق بشیم. یکی ناکام باشه، یک کمبودی داشته باشه، به درد نمی‌خوره. اصل ورزش هم اینه دیگه، همه دوره هم جاما و مدالی که میاد و میره، میاد و میره و در نهایت هم آمریکا تونستش عنوان قهرمانی رو مال خودش بکنه. خب بله، بازی هلند و پرتغال داشت برگزار میشد. این صدایی که داره شنیده میشه صدای سرمربی تیم زنان هلندی که داره به بازیکنش میگه بشین بخواب رو زمین، بخواب رو زمین، و در حالی که هیچ برای وقت تلف کردن. آره، یعنی بنده خدایی چیش نبود، با تعجب نگاه که بعد مجبور شد به حرف سرمربیش گوش کنه. فوتبال بانوان که همه یه غذا میخورن دوره هم، حالا برد و باختیش نکنیم و اینا، مربی آقا اومده به این میگه خودتو بنده، به اون میگه تمارز کن. همیشه پای یک مرد در میان است. واقعا ناراحت کننده آیون عزیز. بذارید یه فوتبال بانوان برای ما بگم. اینجا نکات تاکتیکی رو دارن به بازیکناشون میگن، تهش هم یکیش پرتغال بردن اما فایده نداره، شما اخلاقو باختی. نه واقعا. البته خودشون اینجور فکر نمی‌کنن، خیلی خوشحالن و پرتغالیام خیلی ناراحت، ولی این حرکت نه چندان زیبا رو انجام دادن. درست نیست. ما سالا گفتیم برای فوتبال بحرینه، ولی خب می‌بینیم که توی بانوان هلند هم داره پیاده میشه این تاکتیک. دقیقاً همینطوره و اصلا کار قشنگی نیست. این خانومی که دارید مشاهده می‌کنید یکی از قدیمی‌ترین تماشاگران فوتبال هستن، چه زنان چه مردان. ببینید یکی از چیزایی که ما همیشه میگیم ابو طالب و خیلی تاثیر داره که شما یک ایونت یک رویدادی رو میزبانی کنی، اینه که به مردمت، به اون آدمایی که اونجا هستن میتونه خیلی علاقه تزریق کنه. و این خانم وقتی جام جهانی 1999 تو آمریکا برگزار شد، علاقمند به فوتبال شد، یک بک‌گراندی هم از خانواده‌اش داشت تو جام جهانی 98 و درخشش زیدان، این دوتا رو گذاشت کنار هم دیگه و شد عاشق فوتبال. دیگه هر رویدادی برگزار میشه تو هر کشوری ایشون خودشو میرسونه و کلاهش رو هم نگاه کنید، هر رویدادی رفته اون میتونم بگم نماد اون جام، اون لوگوی اون جام رو روی کلاه خودش حک کرده. جام جهانی قبلی یه برنامه استادیو آزادی بیاری کلاه رو دیگه نخواهد داشت، نمیاد داره برای تو، حالا میتونی توی حراجی بفروشیم. خب به بالاترین قیمت و بعدیمون. آره خانم فورمیگا، ایشون این دوره در جام جهانی حضور ندارن. حالا شاید برای بینندگانم سوال بشه که چرا هفت دارن نشون میدن، چون 70 سالشونه. نه 43 سالشون. هفت دوره تو جام جهانی شرکت کرده. اطلاعات فوتبالیت واقعا بالاست، مخصوصا فوتبال زنانت. و حالا آره در ادامه راجع به این قضیه هم صحبت می‌کنیم. خانم فورمیگا برزیل دیگه، یه دیگه همه می‌شناسن. بود. 8 برزیل. 1995 اولین جام جهانی، 2019 آخرین جام جهانی. هفت دوره 4 سال یه بار دیگه. 4 هفته دیگه. یکیش در بر یک. یکم از قبل داشتیم. 28 سال فقط بازی کنیم. هفت دوره جام جهانی حضور داشته و فوق‌العاده بوده ایشون. توی جام جهانی مردان ما 5 دوره دیگه بالاتر نداریم. من تو خودم تو هیچ چیزی هفت دوره نبودم، تو هیچ چیزی حتی شاید به قسمت هفته این برنامه هم نرسید. اصلا واقعا بعید نیست. و ایشون دیگه نیستش، ولی یاد میکنیم ازش، بیشترین حضور در جام جهانی رو داشته. و تو برزیل میمونیم، میریم سراغ نفر بعدی، خانم مارتا، بهترین فوتبالیست تاریخ زنان هستن ایشون، که 6 بار بالون دور رو کسب کردن، 17 تا گل تو جام جهانی زدن، بهترین گلزن بودن توی بالوندور. بله 6 تا است. و الان بازیکناشون، حالا که صحبت مسی رو کردی، بازیکنای تیم ملی زنان برزیل گفتن چیمون از مردای آرژانتینی کمتره؟ مارتا، ما همونطور که اونا مسی رو قهرمان جهان کردن، تو رو قهرمان جهان می‌کنیم واسه اولین بار، برای اینکه خیلی خوشگل بتونیم باهات خدافظی کنیم و بدرقت کنیم. الان چه مرحله‌ایان؟ بازی اولشون انجام دادن، خوبم بردن. مارتا یه مسئولیت ریزی داشت، کم بازی کرد اما در ادامه احتمالاً سالم بمون تا آخر تورنمنت لطفا. آره ولی بعید می‌دونم قهرمان شن. یه چیزی گفتم بندگان خدا تو رو درواسی گیر کردن. بعد نیست به نظرم اینجوری انگیزه بدن به خودشون. خود امید واهی دادن. حالا شاید بشن آقا، برزیل هم دیگه، آمریکا. حتی من خودم طرفدار تیم ملی بانوان هستم. حالا بهش خواهیم رسید. تصویر بعدی، آقای هرورنا، جام جهانی 2018 ایران مراکش، عزیز بوحدوز، آقای کارلوس کیروش، برد یکی چه ایران فوتبال. چیه این فوتبال؟ جام جهانی فوتبال بارسلونا بود. آره ولی خب آدر فردوسی فو 4 سال بعد جام جهانی 2022، تنها تیمی که تونست قهرمان جهان آرژانتین رو ببره عربستان، آقای هرورنار. و بعد که هم اومدن عربستان ایشون که هیچ کس نبود، یعنی عربستان بود اون موقعی که هیچ کس نبود، الان که هم اومدن ایشون دیگه نیست. فوتبال بانوان احتمالاً 2 سال دیگه
فوتبال بانوان خیلی شلوغ بشه. الان ایشون سرمربی تیم زنان فرانسه هستند، بازی اولشون هم مقابل جامائیکا 0-0 مساوی کردن. آقای ایرانار، ما توقعمون از شما بالاتره، دوست داشتیم بیای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشی، ولی خب الان کاملا بهت حق میدیم که بخوای تصمیم بهتری رو بخواست. جات خالیه آقای هربه، تو تمرینات یه دوستانی میاره اصلا، جا واقعا جات خالیه. آره، و ایشون رو به خدا میسپاریم، امیدواریم که بتونن عملکرد خوبی رو در ادامه جام جهانی داشته باشن، بالاخره از دور گروهی صعود کنن، چون نه با مراکش نه با عربستان با تمام شایستگیشون صعود نکردن. تصویر بعدی، بله، جام جهانی 1999 فینال ورزشگاه روزبول، همون ورزشگاهی که روبرتو باجو پنالتیش رو زد به آسمون. آمریکا در حضور 90,000 نفر، تیم زنان آمریکا موفق شد چین رو ببره قهرمان جام جهانی. پرتماشاگرترین بازی بوده این؟ پرتماشاگرترین بازی تاریخ جام جهانی زنان و فوق‌العاده بود جو استادیوم، 90,000 نفر. کی میگه فوتبال زنان بیننده نداره؟ خب نه، ببین به صورت میانگین میگن دیگه، یعنی بازم ببین شکل کم طرفدارا، یعنی هم طرفدارش هم بیننده‌اش کمتره. خب بستگی به نوع نگاهمون داره، در مقایسه با فوتبال مردان بله قطعا خیلی کمتره، ولی در مقایسه با خودشون واقعا علاقه به فوتبال خصوصا در آمریکا خیلی زیاده، چون آمریکایی‌ها هر چقدر که آقایونشون زیاد علاقه به فوتبال ندارن، خانوماشون به شدت فوتبال رو دوست دارن. خیلی زودتر از بقیه جاهای دنیا فوتبال رفت به آمریکا، خانوماشون قبولش کردن و خیلی هم پیشگامن دیگه. امسال آمریکا اگه بتونه قهرمان بشه، اولین تیم در تاریخ فوتبال جام جهانی مردان و زنانه که تونسته 3 بار پشت سر هم قهرمان مسابقه بشه. انشالله دعای خیر ما هم پشت خانم مورگان و همتیمیاشون هست. 8 بازی اول، 8 بازی 8 پنالتی داشت، همه هم از دست رفت. خانم سینکلر این داور آقا دارن یا داور خانم؟ بله بله داور آقا دارن. بله. چون تو فوتبال آقایون که داور خانم هم داریم. بله اینجا هم هستش. داور هم داریم. 8 بازی اول ابو طالب پنالتی داشت، خیلی عجیب بود و خیلیش هم گل نشد، ولی از بازی 9 بازی دانمارک ژاپن دیگه کنسل شد قضیه، دیگه این رونده پاره شد. گفتن نگیرید دیگه، فکر کنم. بس دیگه. بله یکی از این پنالتی‌ها هم خانم مورگان خراب کرد. یادی کنیم ازشون. بله. که البته همیشه در یاد علاقمندان فوتبال هستن. این لحظه ای هستش که خانم مورگان متأسفانه پنالتیشون رو از دست دادن تو بازی مقابل ویتنام. این توپ همه بالا مردم ایران کردن، ولی خیلی از طرفدارای تیم فوتبال آمریکا ناامید شدن، ولی خب میگه قهرمان میشن دیگه امسال دیگه. به نظرم احتمال قهرمانیشون بسیار زیاد هست. همسرشون هم فوتبالیستن، آقای سروانت. ایشون در سطوح خیلی پایین بازی میکنن، یعنی فوتبالیست معروفی نیستن. خانم مورگان ولی دیگه مدارج ترقی رو فوق‌العاده طی کردن، 7 گل تو جام جهانی زدن، تو 2 دوره قبلی جزو ارکان اصلی تیم بودن، الان در کنار مگان راپینو یه جورایی شاید بتونیم بگیم آخرین جام جهانیشون خواهد بود. باید دید با قهرمانی تموم میشه این ماجرای شیرین یا خیر. بله با تیم ملی فوتبال خودمون متاسفانه خیلی تیم ملی فوتبال زنان ایران شرایط نامساعدی داره. ما با تیم ملی زنان روسیه پیکار داشتیم که روسیه که میدونیم توی 1-2 سال اخیر چندان بازی نداشته، 2-4 باختیم، در حالی که روسا با ترکیب اصلیشون هم نبودن، نتیجه خوبی نبود. و اینکه ما در آبان ماه باید در مرحله دوم انتخابی المپیک تو گروهی که استرالیا حضور داره و استرالیا الان میزبان جام جهانی و جام جهانی حضور داره پیکار داشته باشیم، خیلی کارمون سخته، دشواره. ما افتخار میکنیم به این دختر خانوما، خیلی محدودیت دارن، خیلی کارشون سخته، اما تو همه عکس مشخصه دیگه. آره ولی ان شاءالله که بتونن با استعداد و توانایی که دارن تا جایی که میشه. و توی خبرها امروز خوندم که لیزا و لیندا، بالا به اسم کوچیک میگیم، که اینا توی یوونتوس هم تیمی هستن، توی دو تا تیم ملی ایتالیا و سوئد باید مقابل هم بازی کنن، خیلی هم همدیگر رو دوست دارن، رابطه صمیمانه‌ای دارن. آره باید دید که چجوری مثلا تک رو پای هم میرن یا اصلا اجازه میدن. ما داداش هم داشتیم توی مسابقاتی مثل جام جهانی و یورو مقابل هم، مثل بواتسنگ، مثل ژاکا، کسایی بودن که دو تا تیم ملی مختلف با هم دیگه بازی کردن، مشکلی پیش نمیاد، ولی خب موقع فوتبال بعدش رفاقت صمیمانه. صمیمیت. مرسی از تموم شدیم بخش. قربونت، فکر می‌کنم دمت گرم با اطلاعات مفید و جذاب و دمت گرم. مرسی. فدات شم، قربون شما التماس تا. یه بخش می‌بینیم برمیگرد. اوه فوتبال آ بزن آفورد اسپورت ببینیم. بدی کلمه. بده راست. پاس بگیر. آقا خیلی دوباره یا که همش سوت می‌زنه. من گاش می‌دم به دست سوت می‌زنه. دوباره نمره می‌بینه. خطا نبود که توپ زد. ولی من میگم خطا بود. آقا اول توپشو زدی خطا نبود. خطا بود. با آفارات اسپورت تو دل بازی باش. اول توپشو بده من خوش به پاش میخوره دیگه. نبود نبود. بله این بخش جذاب در مورد فوتبال بانوان رو هم با نوید دیدیم. حالا در ادامه در مورد فوتسال بانوان بیشتر خواهیم پرداخت با مهمون بیژمون. در پایان برنامه قرعه کشی هم داریم، 6 تا اشتراک 6 ماهه فیلیمو میدیم به کسانی که فقط کافی پیج آفارات اسپورت رو فالو کرده باشن و تا آخر برنامه با ما همراه باشید که قرعه کشی هم
انجام میشه. اگر اشتباه نکنم ما یه بخشی رو میبینیم، برمیگردیم با مهمونمون داخل استودیو در خدمت شما خواهیم بود. ممنون که ما رو تماشا میکنید. تو این بخش با سرکار خانم زهرا قلی‌زاده همراه خواهیم بود، بازیکن فوتسال. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. ممنونم ازتون. سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان خوبتون. خیلی خوش اومدید. شرایط فوتسال بانوان و فوتبال بانوان کلا چطوریه؟ تفاوتش اول فوتسال با خود فوتبال و در نهایت با فوتبال آقایون. اگه در مورد سطحش بخواییم بپرسید یا در مورد رسیدگی بخواییم بپرسید، کاملا متفاوته. چه فوتسال چه فوتبال، خانم هامون بسیار عالی دارن تمرین میکنن، ولی تمریناتشون بیشتر به صورت انفرادی هست و ما توی در واقع تمرینات ملی هیچ تمرینات به قول گفتنی منسجمی برای خانم ها نداریم و توجهی که به فوتسال و فوتبال آقایون میشه خب خیلی بیشتره. ولی چقدر عجیب، فوتسال مثلا یا فوتبال که بازی تیمیه، هر کی انفرادی داره برای خودش تمرین میکنه، بچه‌ها مجبورن که این کارو انجام بدن، چون ما تمرینات تیمیه مثلا تیم ملی الان بازیای آسیایی رو پیش رو داریم، ولی متاسفانه هنوزم که هنوز تیمی اردوی گذاشته نشده و در حالی که همه تیمای آسیایی که توی چند سال اخیر مخصوصا بعد کرونا که حالا ما آخرین افتخاری که داشتیم سال 2018 قهرمانی تو مسابقات آسیایی بود، به خاطر اینکه اردوهای منسجم چه برای فوتسال مخصوصا برای فوتسال خانوما اصلا نداریم. با تو فوتبال کما بیش دیده میشه تمرینات زیر 16 سال هست، زیر 20 سال هست و مخصوصا بزرگسالان، و خب امکانات اصلا قابل مقایسه نیست با فوتبال آقایون. توی فوتسال که اصلا خیلی اوضاع خرابه، یعنی اصلا تمرینات منسجمی نداریم و همونطور که گفتم تیم‌های آسیایی مخصوصا الان تو این چند سال اخیر به شدت دارن قوی کار میکنن، لیگ‌های خیلی معتبری دارن برگزار میکنن و از نظر رسیدگی و شرایط تیمی بسیار منسجم هستن که من خیلی امیدوار نیستم حتی برای مسابقات آسیایی پیش رو ما بتونیم نتایج خوبی بگیریم. یه وقتی تمرین نداره تیم الان قطعا کار سختی داره. شما خودتون از چند سالگی شروع کردین فوتسال رو؟ من تقریبا توی شهرم که اولین نفری بودم همراه با یه خواهرم که تقریبا 3-4 سال از من بزرگتره فوتسال رو استارت زدیم. اولش با یه در بطری بود، بعد شد توپ لاکی بابل سر، استان مازندران. من 7-8 سالم بود، خواهرم 11 سالش. با چی شروع کردیم میگی؟ اول در بطری نوشابه‌های قدیمی. آره. چون حتی توپلاکی رو اجازه نمیدن تو سالن ببریم، بعد که از مسئول سالن خواهش کردیم اجازه میدادن توپلاکی رو ببریم، دولا باش بازی میکردیم. کم کم باعث شد که دخترهای بیشتری مخصوصا اول از دوروبری های خودمون جذب بشن، ولی خب این قضیه که میگم تقریبا مال 26 سال پیش میشه که اصلا فوتبال و فوتسال اصلا برای خانم ها برای جامعه تعریف شده نبود و ما یه مسیر وقتی الان میگین انقدر کم بود هست دیگه اون سال یه مسیر خیلی سختی رو ما گذروندیم که بتونیم فوتسال رو اصلا جا بندازیم. میشه هلوهوش سالای 76-77 ما تقریبا میشد حتی من سال 89 هم یادمه که سوار ماشینایی که میشدیم به ما میگفتن شما تکواندو کارین، چون میدیدن گمکن شلوار تنمونه، بعد ما میگفتیم که نه فوتسالیستیم. آره میگفتیم فوتسال بازی میکنیم، میگفتم اگه خانم‌ها فوتبال بازی میکنن، یعنی حتی سال 88-89 هم هنوز براشون جا نیفتاده بود تا سال 91-92 که یه کوچولو یه سری از کانال ها اومدن سمت ورزش بانوان و دیده شدن و حالا مردم قبول کردن. آره اونجوری که باید خب پوشش خبری نداره و دقیقا ما از سال 92 به قبلش ما هیچ عکسی هیچ فیلمی از گل هامون نداریم، یعنی تو یه دوره خیلی طولانی از ورزشمون، ورزش حرفه‌ایمون که مثلا دارم میگم حدود 8 سال از لیگ برتر ایران میشد هیچ عکس و فیلمی، یعنی 8 سال لیگ برتر بود پخش تلویزیونی که نداشت چی، اصلا هیچ ویدیویی نبود، هیچ عکس و فیلمی حتی، یعنی با گوشی هم نمیتونستید بگیرید. نه ما همین الانش هم توی به قول گفتنی فیلم برداریایی که تو مسابقات داریم تو رده سوپر لیگ فقط یه کوچولو، حالا لیگ برتر یه کوچولو، اونم فقط اگر که فیلم بردار معرفی شده باشه از قبل به مسئول مسابقات میتونن، یعنی خود سوپر لیگ تمام بازیاش الان خب امسال یه کوچولو پخش زنده اصلا داره یا نه؟ پخش زنده الان امسال یکی دو تا کانال فقط پخش زنده داشتن. نه تلویزیون نه اصلا.
وقتی دوربین نمیزنم بیان قطعا پخش زنده هم اعتمالا اصلا. و خب این من حالا توی کشور قبلی که بازی کردم جالب پخش زنده کشور عراق داشته، کشور اندونزی داشته و ما تو ایران متاسفانه. تفاوت این لیگا چیه؟ شما میگین که عراق و اندونزی بازی کردین، توی لیگ خودمون هم بودین، حالا جدا از پوشش خبری و اینا، سطح بازیکن‌ها و سطح لیگ. ببینید من سطح پیشرفت رو بیشتر براتون توضیح میدم. بخوایم نگاه بکنیم، بله سطح لیگ عراق از ایران پایین‌تره بوده، ولی همین سال گذشته دو تا اردو توی فرانسه برگزار کردن و تقریبا یه اردوی دو سه هفته‌ای تو فرانسه داشتن. خب این نشون میده که چشم‌انداز خوبی برای برنامه‌ریزی شدن. اینم تصویرتون برای لیگ اندونزی، با این تیم قهرمان هم شدین. بله. اسم تیمو خودتون معرفی می‌کنید؟ پوساکا آنجلز. آنجلز؟ بله. بله. قهرمان شدین اونجا. بله. یه سال بازی کردین اندونزی؟ من فقط بله، اولین سالی بود که در خدمت این تیم بودم. حالا همونطوری که قبلا هم حالا تو استوری و پستام هم گذاشته بودم، به شدت سطح لیگشون بالا بود، که حالا تو لیگ مرداشون هم حالا ریکاردینو کسی که فوتسالی هستن کاملا میشناسنشون. بله. ایشون هم بازی میکنن. 7 تا دوربین فیلم برداری میکرد، گزارش تلویزیونی داشتن از کانال، یعنی خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. و ویدیو چک داشتیم ما برای بازی خانم ها، ویدیو چک داشتیم. این که حالا الان آقایون هم نداریم، ایشون که دارن بازوبندتون رو میبندنم همسرتون هستن. بله. خیلی هم حامی و ساپورتی و اکسال اخباری که این روزا داریم متاسفانه. حالا به اسباب ورزش مخصوصا ایشون رو خیلی خوب میشناسن. من توی برهی به خاطر یه سری دلخوری هایی که حالا چه از فوتسال بوده چه از مسئولین، تصمیم گرفتم که فوتسال کنار بذارم. البته اسکیت کار میکردم، ولی رفتم و کارمند بانک شدم، یعنی گزینش شرکت کردم شدم کارمند بانک. قبل تعریف بانک اسکیت چند سال کار میکردین حرفه‌ای؟ من 18 سال مربی اسکیت هستم، 19 سال کار میکنم. بعدش اصلا آماتور پیگیر نمیکنم یا حرفه‌ای یا که لطف شماست. 4-5 سالی که عضو تیم ملی رول بال اسکیت ایران هستم، یه ورزش تقریبا نسبتا نوپا هستش، شبیه هندباله ولی با اسکیت و توپ بسکت، که 3 دوره مسابقات جهانیش رو برگزار کردن و خانم ها رفتن مقام های خوبی دوم و سوم جهانی داریم. بله. من 4 سال کارمند بانک بودم و دقیقا همون برهی شد که اینستاگرام، تلگرام، این فضای مجازی اومد و همه بازیکن‌های فوتسال دیده شدن، به قول گفتنی مطرح شدن. و منی که دقیقاً تا 93 ملی بازی کرده بودی؟ 9 سال بازی کنه. 9 سال بازی ملی، بعد رفتین کارمند بانک. بله. بعد سیستم ها قطع میشد و بعد دوباره برگشتیم فوتبال. نه تا سال 93 خب میگم خیلی برای فوتسال ایران به شدت مثلا زحمت کشیده بودم دیگه. شما بتونین میگن از زمین خاکی، ما بهتون زمین خاکی که چیز خوبه، اتفاق خوبش بود. از کفشایی بسیار نامناسب بگم، از سالونای خیلی نامناسب، و اینکه مثلا ما فاصله شمال تو از مازندران تا بندرعباس رو مثلا با مینی بوس میرفتیم میومدیم تو گرمای خیلی زیاد که این فوتسال جون بگیره. بعد من سال 93 که رفتم بانک، اینستا اومد، تلگرام اومد، همه معروف شدن، همه دیده شدن، هیچ کسی اصلا زهره قلی زاده نمیشناخت. یه من 4 سالی که بانک بودم و دقیقا تو سال 4 که با همسرم آشنا شدم و عقد کردیم، به من گفتش که بانک آشنا شد، این مشتری بانک بود یا نه؟ نه، خانوادگی بوده. و آشنا شدیم و به من گفتن که شما از بانک بیا بیرون، برو فوتبال تو بازی کن. فوتبال ادامه بده. آره. و گفتن شما زحمت این رشته رو کشیدی و من دارم میبینم که چقدر اذیت میشی. بله. یکی از گلاتون رو بریم ببینیم. بریم شماره 10. بله، یکی که رفت تو گل. و حیف واقعا این گلا نباشه دیگه. ما خودمون خیلی آماتورتر اصلا در حد لیگ و اینا نیست، میریم سالن گل میزنیم، فیلم نمیگیرن، واقعا ناراحت میشیم، یعنی میگیم اینو نگرفتی، حالا یه بغل پای ساده. شماره 10 هم میپوشید. شماره 10 محبوبتون کیه؟ 100% علی دایی. توی خارج؟ چون من اصالتا خودم اردبیلی هستم، برای همین یکی از به قول گفتنی اسطوره های ورزش ایران و فوتبال ایشون بودن. و اینکه در کنارش پدر من اصرار داشتن که شما حتما باید معدلت 20 بشه که من اجازه بدم بری فوتسال. مثل اکثر خانواده‌های ایرانی و... شما درس تو بخون بعدش هم کنارش. آره. و دقیقاً حالا علی دایی به قول گفتنی به غیر از فوتبالش، به غیر از همه افتخاراتی که برای من کسب کردن،
یک از نظر یک انسان واقعی هستم که علی دایی بردشکار مورد علاقه منه واقعا. توی خارج چی شماره ده محبوبتون؟ یه شماره ده چپا داریم که منم چپام مسی دیگه. مسی. بله آره. مسی هم که اخیراً رفته آمریکا، ان شاءالله که شما چند سال دیگه میتونید بازی کنید؟ اصلا سن بازی توی فوتسال و توی فوتسال بانوا مثلا تا چند سال هست؟ حالا خیلی دقیق نمیتونم بگم، بیشتر بستگی به لایف استایل داره و اینکه شما، من الان تقریبا روزی 7 ساعت تمرین میکنم، بین 6 تا 7 ساعت تمرینم هست، حالا با پزشکی که باشون کار میکنم تحت نظرشون هستم کار کنم، با همین لایف استایل رو داشته باشی راحت تا 8 سال دیگه میتونی بازی کنی انشاءالله. روزی 6 7 ساعت تمرین بانک بهتر نبود؟ اصلا. و اینکه الان اوکی دیوزا از میگین بانک بهتره؟ الان بله. بله. یه قرارداد خیلی جذابی هم شما گویا به زودی قراره ببندین؟ بستم. بستین؟ مبارکه. با کجا؟ لیگشو میتونی کشورشو میتونی بگی؟ سری آ ایتالیا. سری آ ایتالیا. یعنی لیورپول نیدم گفتم شاید لیورپول. سری آ یه بار دیگه هم قرار بود مثلا اینکه قرارداد ببندین. بله دقیقاً پارسال همین موقع بود من یه قراردادی رو با سری آ ایتالیا بستم. به لطف رئیس هیئت فوتبال استانمون جناب آقای درز فولردی یه سری اقدامات رو انجام دادیم از طریق فدراسیون. بله بله. از طریق فدراسیون و حالا یه سری نامه‌های زده شد، چون دعوتنامه‌ای که فرستاده بودن یه دعوتنامه کاملا رسمی بود، همه مطمئن بودن که من راحت میتونم برم، ولی بلیتی که برام گرفته بودن 31 شهریور بود، ولی متاسفانه حالا طبق چیزی که بهم گفتن پرونده‌ای که میره کشور دیگه باید یه آشنایی داشته باشی که اینو جلو بندازه فقط برات، ولی برای من این اتفاق نیفتاد. به من گفتن یک ماه دیگه ویزات آماده میشه و خب یعنی من... اگه آشنا نشه باشی ممکنه قرارداد با سری آ هم کنسل بشه. ممکن نیست، اتفاق افتاده. حالا امسال هم که امیدواریم دیگه به قول گفتنی این اتفاق نیفته و چون بله. اونجا هم لیگش طولانی تره مثل لیگ‌های کشورهای اطراف. پارسال رو میتونیم بگیم با چه تیمی قرارداد قرار بوده ببندیم؟ یا اونم سکرته؟ آره اونم سکرته. اونم سکرته دیگه کنسل شد. چون همچنان با اون تیم هم در حال مذاکره هستیم. یعنی چون قرارداد نبستین مگه؟ چرا؟ ولی اون تیم هم پیگیر هستم و به من گفتن که ما راه و چاهش رو پیدا کردیم و میخوایم از طریق حالا همون داستانهایی که هست براتون پیگیری بکنیم و گفتیم که اگه این ور نشد اون ور رو حتما اگر دوستان که تو سفارت خونه آشنا دارن برای ما رو میبینن کارهای خانم قلی‌زاده رو انجام بدین. واقعا حیف این قرارداد به خاطر مشکلات ویزا و اینا کنسل بله. من پارسال خیلی جالب بود همراه همسرم که حالا اینجا خدمتتون هم هستن بله. و همونطور که قبلا گفتین برخلاف خیلی از آقایون که نمیدونم چرا، واقعا خدا رو شکر که من لمسش نکردم این داستان رو، نمیتونم پیشرفت همسرشون ببینن، ایشون بسیار بسیار اصلا در مرحله اولی انسان واقعی هستن و در مرحله دوم هدفهای من براشون خیلی مهمه. پارسال پا به پای من از این سفارت خونه به اون سفارت به قول گفتنی این پرونده دستمون بود و یه خانومی که اونجا مسئول این کار بودن و چند سال حالا ایتالیا زندگی میکردن اومده بودن میگفتن که چقدر برای من عجیبه که شما به عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای این پرونده دستت داری میبری که کارتو انجام بدی، در حالی که ما برای فوتبالیستا یا ورزشکارای آقا این پرونده ها میاد زیر دستمون و ما فقط امضا رو میزنیم و میبریم. خیلی ممنونم ازتون، لطف کردین. این ناقابل تقدیم شما یادگاری از برنامه بفرمایید. یادگاری از برنامه آن سایت هست. امیدوارم که یه جا بذاریدش که ساعت دیگه یه جا بذارید ببینیدش. فکر کنم خیلی خیلی به کارم میاد. خب خدا رو شکر. یه تشکر ویژه هم از همسرتون میکنیم. حالا در روزهایی که یه قوانین مشکلی داره و به راحتی میتونن بازیکن‌ها رو، حالا ما خیلی ریز نمیشیم ولی ممنوع الخروج یا داستانهای دیگه که نتونن حالا به مسابقات یا تورنمنت ها برسن، این که پله ها رو بالا پای مونن حالا نمیم سفارت کنه ایتالیا پله در یاراشون نرفته منون ولی هم که همراهتون بودن دمشون گرم. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم تو تیم جدیدتون، ایشالله که توی سری ها بدرخشیم و لیورپول انگلیس هم قهرداد ببندید. ما دوباره در خدمت شما باشیم. ممنون از شما، لطف توجهتون به ورزش بانوان برای مایی که خیلی دور بودیم از این داستان و خیلی از تلاشمون تو سالهای مختلف دیده نشده برای ما خیلی با ارزشه. زنده باشین. مرسی، ممنون از شما. وظیفه‌مونه. ممنون از شما. میریم یه وله کوتاه میبینیم و برمیگردیم. خیلی ممنون ازتون. این هفته جایزه چی داریم؟
شیش تا اشتراک 6 ماه فیلیمو برای 6 نفر. چجوری توی قرعه کشی شرکت کنم؟ خیلی ساده است. فقط کافیه پیج اینستاگرام آپارات اسپورت رو فالو کنی. همین. تاریخ قرعه کشیش کیه؟ پای برنامه بعدی آن سایت باش تا اسامی برنده ها رو ببینی. خب اومدیم سراغ قرعه کشی. شما اگه پیج آپارات اسپورت رو فالو کرده باشی الان شانس داری برای برنده شدن اشتراک 6 ماهه فیلیمو. قرعه کشی رو الان انجام میدیم. من خیلی نباید عدد بگم ولی همیشه دلم میگم که احساس کنم آدم مفیدی ام توی این بحث، مثلا 5. حالا خودش میشه به اسامیتون اگر پیج رو فالو داشته باشید اینجا میتونید ببینید. نفر اولمون برنده خوش شانس یک دستگاه اشتراک 6 ماهه آناهیتا قنبری دات ورک. پیج با پیج کاریش رو ما رو فالو کردم و برنده اشتراک 6 ماهه شدم. به همین راحتی، به همین سادگی. تا حالا قرعه کشی انجام میشه، بازم تشکر کنم ازتون.